دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد 19 تا 21 آذر ماه 1398 تهران، مرکز همایش هانگ بین المللی هتل اولمپیک. در اردیبهشت ماه سال 1324 در شهر تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی را حدود 5 سالگی در تبریز آغاز کرد و در شهرهای رشت و تهران ادامه داد. دوره متوسطه را نیز در شهرهای بجنورد، مشهد و رشت گذراند. در سال 1341 در کنکور دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و دوره فشرده 4 ساله را با موفقیت به پایان رساند. استاد مهندس احمد حامی، پدر مهندسی عمران، نقشی ویژه و اساسی در زندگی فنی و اخلاقی وی داشت. مفهوم کاهش هزینه های ایجاد یک سازه مطلوب با هزینه کمتر و عملگرا و شجاع بودن از مهمترین مفاهیمی بود که از سوی این استاد برجسته به وی منتقل گردید. پس از پایان دانشکده به همراه مرحوم استاد مهندس احمد حامی در پروژه های همکاری کرد. دوره سربازی را در اداره آبادانی و مسکن گذراند و زیر نظر استاد حامی یک دوره پل‌های سنگی را در دانشگاه پلی‌تکنیک تدریس کرد. پس از اتمام خدمت در بخش شهرسازی شرکت ذوب‌آهن اصفهان مشغول به کار شد و در زمینه‌های مختلفی فعالیت کرد. برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد راهی دانشگاه ساری انگلستان شد و زیر نظر پروفسور هوشیار نوشین به تحصیل پرداخت. پس از دریافت مدرک دکترا عزم وطن کرد و در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشغول به فعالیت شد. در این سازمان تمرکز بر توان داخلی را در دستور کار قرار داد و موفق شد ورود شرکای خارجی را از قید مناقصات داخلی خارج کند. در اوائل دهه 1360 طرح استاندارد صنعت آب کشور رو برنامه ریزی و مدیریت کردند که متشکل بود از مجموعه ای از کمیته های متعدد علمی تخصصی برای تدوین استانداردها که میتونست الگویی برای تمام کشور باشه و من هم افتخار داشتم که در چند کمیته به دعوت ایشون حضور داشته باشم و مشارکت کنم. در سال 1361 در دفتر فنی وزارت نیرو مشغول به کار شد و با ایجاد طرح‌های استاندارد صنعت آب کشور مسئولیت این طرح را بر عهده گرفت. با پشتوانه علمی در حوزه سازه‌های فضاکار به آرزوی خود در به بار نشستن این مهم تلاش کرد. با همکاری دکتر بهروش و دکتر هریسچیان و مهندس سالم شرکت سازه‌های فضاکار ایران را تأسیس کرد. مبنای این تأسیس تولید سازه‌های فضاکار در کشور با امکانات موجود بود که فعالیتی بسیار مهم تلقی می‌شد. من در اون موقعیت که در خدمت ایشون بودم از اون بزرگوار تجارب ارزنده‌ای رو به یادگار دارم. کار بزرگی که ما با کمک ایشون تونستیم در آکانفلز انجام بدیم آشیانه شماره 3 هما بود. با سیستم طراحی شده در این شرکت بیش از 300 هزار متر با عنوان سهند اجرا شد. با توصیه پروفسور نوشین و تلاش فراوان وی شرکت آکام فلز را توسعه داد. آشیانه ایرباس اولین آشیانه ای بود که ساخت قطعات و نصب آن در ایران انجام گرفت. ایشون یک استاد هستند هم در زمینه علم هم در زمینه صنعت. جزء معدود افرادی هستند که علمی و صنعتی هستند با هم، یعنی علم و صنعت رو با هم دارن انجام میدن. ایشون بیش از 40 ساله که در حرفه صنعت سازهای فولادی فعالیت دارن و افرادی هستند که به صورت توی این حرفه پیشکسوت محسوب میشن. عضویت در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، عضویت در انجمن سازه‌های فولادی ایران، عضویت در کمیته‌های تدوین استانداردهای صنعت آب کشور، عضویت در کمیته تدوین آیین‌نامه سازه‌های فضاکار، ریاست هیئت مدیره انجمن سازه‌های فضاکار ایران و بسیاری سوابق ارزشمند دیگر از جمله فعالیت‌های ارزشمند این چهره برجسته است. همکاری در طراحی و ساخت پروژه‌های متعددی در
صنایع دریایی و فراساحل، صنایع هوایی، صنایع برق، سالن‌های ورزشی، استخرهای سرپوشیده، سالن‌های صنعتی، سالن‌های نمایشگاهی، سازه‌های فرهنگی، پل‌ها و همچنین همکاری در پروژه‌های برون‌مرزی در کشورهای مختلف نیز تنها بخشی از تلاش ارزشمند این چهره برجسته است. کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته فولادی سال 1398 کشور پس از بررسی‌های صورت گرفته به پاس سال‌ها تلاش صادقانه و مؤثر استاد ارزشمند و اخلاق مدار حوزه سازه‌های فولادی دکتر نصرالله دیانت را به عنوان چهره برجسته فولادی سال 1398 کشور معرفی کرده است. نصرالله دیانت هستم. در اردیبهشت ماه 1324 در شهر تبریز به دنیا اومدم. دوره ابتدایی روزی که به مدرسه رفتم 5 سال و چند ماه بیشتر نداشتم و وقتی که برای ثبت نام رفتم از بالای طبقه دوم صف دانش آموزا را در پایین دیدم وحشت کردم. با اصرار مادرم ناچار شد که منو برگردونه، ولی در راه با خرید آب نبات راضیم کرد که برگردم. برگشتم و این آخرین گریز من از مدرسه بود. ما ممکنه به کارشناس خارجی ایجاد احتیاج داشته باشیم، ولی نیاز به این که یه شرکت خارجی بیاد اینجا کارو بگردونه، ایرونی در مقابلش پادویی بکنه قابل قبول نیست. ما با پشتوانه علمی در زمینه سازه‌های فضاکار آرزو داشتیم که در عمل هم این مهم به بار بشینه. اینه که به اتفاق دو تن دیگر از شاگردای پروفسور نوشین، آقای دکتر بهروش و آقای دکتر هریسچیان و یکی از دوستای سابق مونای مهندس سالم، شرکت سازه‌های فضای ایران را تأسیس کردیم. علم و دانش بسیار ارزشمنده، اما تجربه از علم و دانش والاتره. استاد دیانت فردی هستند که علم و دانش و تجربه همه اینها در ایشون جمع شده و در شخصیت ایشون عجین شده. و در مورد آقای دکتر دیانت حالا می‌خواستم صحبت بکنم که انسان بسیار دانشجویی، بسیار پرکار، فعال در زمان دانشجویی، یک کار اجرایی خیلی خوبی رو، کار اکسپریمنتال خیلی برجسته رو در دانشگاه استانی انگلستان زیر نظر آقای پروفسور نوشین انجام دادن و من هم شاهد بر کار بودم. جناب آقای دکتر دیانت عزیز یک انسان بسیار شریف و دوست داشتنی و یک متخصص مجرب، کاردان و بسیار مسلط هستند. یکی از سازهایی که بنده افتخار داشتم در کنار ایشون به عنوان همکار طراحی و مشاوره خدمتشون باشیم، سازه‌ای بود در اصفهان به عنوان سالن سقف سالن اصلی و مناره‌ها و مقصوره مصلای بزرگ اصفهان که این سازه در سال 1389 در اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد به عنوان طرح برتر فولادی کشور سال 1398 انتخاب شد. استاد دیانت در مواجهه با افراد و مسائل مختلف بسیار فروتنانه و بزرگوارانه تعامل می کند. هیچ مسئله تخصصی و حرفه‌ای نیستش که جناب آقای دکتر دیانت برایشون قابل حل نباشه و از دیدگاه ایشون کار نشد نداره. دکتر دیانت یک دانشجوی دکترای استثنایی بود. از نقطه نظر دقت و ظرافت در کار، از نقطه نظر ابتکارهای درخشان و مهم، از نقطه نظر پرکاری، من تز ایشون
الان پهلوی منه و من بعد از 40 سال که از تسلیم کردنش گذشته هر وقت بهش نگاه میکنم واقعا جز احساس عمیق احترام و تحسین چیزی به نظرم نمیاد. بعضی از اصطلاحاتی که ایشون به کار میبردن رو میتونم که به عنوان خاطره بیان بکنم برای شما. استاد دیانت، اگر اینکه یک نقشه اجرایی به خوبی تهیه میشد، جزئیات خوبی آماده میشد، اصطلاحی که به کار میبردن این بود که قالیچه شده این نقشه. یه اصطلاح دیگه ای که داشتن و به دفعات استفاده میکردن و یا نقل قول میکردن از اساتیدشون این بود که کار عالی دشمن کار خوبه. یکی از کارهای منحصر به فردی که ایشون انجام دادن ایجاد آزمایشگاه در کارخونه هستش که قطعاتی رو که بر صورت امکان داره به صورت نوآوری تولید بشه و قبلا اطلاعات فنی در موردش وجود نداشته، ایشون قطعات رو میساخت و در آزمایشگاهی که در کارخونه ایجاد کرده بود آزمایش میکرد و قبل از اینکه در صورت این رو بسازه و در مرحله نصب قرار بده از صحت و عملکردش اطمینان حاصل میکرد. طرح تدوین آیین‌نامه سازه‌های فضاکار که کار مستمر 8-9 ساله‌ای بود که انجام شد برای نخستین بار در سطح بین‌المللی و برای پروژه‌های عمرانی کشور الزامی تلقی میشه، هم با پشتیبانی جناب آقای دکتر دیانت و سایر اعضای محترم و گرانمایه کمیته تدوین به ثمر رسید. حدود 20 سال پیش موقعیتی پیش آمد که من با دکتر دیانت همکاری نزدیک داشتم. مورد آشیانه هواپیمای ایر ایندیا در هندوستان بود که از من خواسته شده بود که این رو به سال طراحیش رو به عهده بگیرم و من از دکتر دیانت دعوت کردم، خواهش کردم که به کمک من بیاد و اون هم چند هفته با هم در هندوستان بودیم و این طراحی انجام شد. سردر مجموعه ساز فضاکار به سیستم سهند که تا مدت‌ها تابلوی شناسایی مجموعه بوده. خب در شروع کار ما آشنایی با سازه‌های فضاکار خب وجود نداشت یا خیلی محدود بود و برای اینکه این سیستم جدید جا بیفته لازم بود که اطمینان کارفرمایان جلب بشه. محاسن سازه فضاکار اینه که امکان میده که جرثقیل از سقف آویزون بشه. ما اینجا دو تا جرثقیل داریم تو این خط که جرثقیل های یک تونه برای کارهای اجرایی. از نوآوری نترسیم، همت کن و در نوآوری بذاریم و نوآوری خودمون رو با آزمایش به اثبات برسونیم و از اینکه امکانات و هیچ وقت هم نگیم که امکانات محدود و نمیشه، همون آب کمجو تشنگی آور بده است تا بجوشد آبت از بالا و پست همیشه باید شعارمون باشه و با کار و پیگیری آرزوهای خودمون رو به عمل برسونیم. دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، بزرگترین رویداد علمی و حرفه‌ای دانش و صنعت سازه‌های فولادی